الرحمن الرحیم. علی کاظمی تبریزی هستم، اهل شهرستان پر افتخار بندر انزلی، دانش آموخته دکترای منابع طبیعی صنایع چوب و کاغذ از دانشگاه علوم تحقیقات تهران. به لطف خداوند متعال تونستم در دوران دانشجوییم کسب افتخاراتی رو داشته باشم. مخترع برتر کشور در سال 1394 در خانه ملت شدم، دانشجو نمونه دکترای واحد علوم و تحقیقات در سال 1396، دانشجو نمونه دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1397، دانشجو نمونه دکترای کشوری در سال 1398، جایزه نوبل ایران بنیاد فرهنگی البرز در سال 1399 به لطف خدا گرفتم. مقامات قرآنی دارم در جشنواره قبا، اولین دورش رتبه یک مقاله نویسی رو تونستم به لطف خدا کسب کنم. در تحقیقات قرآنی اطرت و اهل بیت اسمت و طهارت در کل کشور در دانشگاه آزاد در سال 1398 تونستم رتبه یک تحقیقات قرآنی رو کسب کنم. مثلا از اتالیا عرض کنم که 25 تا مقاله ISI/ISC و علمی پژوهشی دارم. در دو تا از همایش‌های بین‌المللی هم تونستم مقاله برتر رو در قسمت اورال به دست بیارم و در یک همایش بین‌المللی هم تونستم مقاله برتر در قسمت پوستر به دست بیارم. 10 تا ثبت اختراع هم دارم و 6 تا طرح پژوهشی هم به اتمام رسوندم. ماده غیر چوبی لیگنوسلولوزی، یعنی با این نیها ما میتونیم در صنعت کاغذسازی وارد عمل بشیم و یه ایده میتونه باشه برای اینکه ما این نیها رو استحصال کنیم و در تولید کاغذ ازشون استفاده کنیم. من در یک خانواده فرهنگی به دنیا آمدم. مادرم مدیر یکی از دبیرستان‌ها بودند، هنرستان و دبیرستان بودند و به طبع خب در جوی بزرگ شدم که این جو علم و دانش و پژوهش بود. مادرم همیشه به دانش آموزاش عشق می‌ورزید و هیچ وقت یادم نمیره، این تا همین اواخر هم اینا ایشون میگن که من 15,000 تا دانش آموز داشتم، 15,000 تا دختر. خب به طب شاهد این بودیم که مثلا کسی از دانش آموزاش مثلا رتبه یک کنکور رو میگرفت، مادر انقدر خوشحال بودن که انگار فرزندشون گرفته. و خب به طب هم من هم علاقه‌مند به درس و علم و دانش و پژوهش شدم. خب من دو تا مقطع زندگی داشتم، لیسانس گرفتم، بعدش یه وقفه ای افتاد در بین درس خوندنم، یعنی مدت 6 سال درس نخوندم. با یکی از دوستانی آشنا شدیم که ایشون خب فوق لیسانس داشتن، حالا میگم فخر فروشی بده ولی همش به من فخر میفروختن که آقا من فوق لیسانسم، شما لیسانسی، من مهندس فلان رشته هستم با درجه فوق لیسانس، شما مهندس فلان رشته هستی با درجه لیسانس. من برای شرکت کره‌ای کار میکردم. خب کارم بسیار خوب بود، با خود کره‌ای مستقیما کار میکردم و هم حقوق و مزایای بسیار خوبی داشتم. ولی خب این فخری که ایشون به من فروخ یه تلنگری بود درون من. حالا ما این رو از دیدگاه مثبت در نظر میگیریم. تصمیم گرفتم یک روز که من باید حتما فوق لیسانس بگیرم. بسیار جالب بود. جزوات 6-7 سال گذشتم رو خب مادر جمع‌آوری کرده بودم و خب مادرم بسیار دوست داشتم من ادامه تحصیل بدم. این جزوات رو شروع کردم به خوندن. روزی 16 ساعت درس می‌خوندم. و خب یه وقفه هم افتاده بود، خب خیلی از مطالب از ذهن من دور شده بود که با مطالعات زیاد دوباره این مطالب رو تونستم ریکاوری کنم و خب به سر آزمون فوق لیسانس رفتم. خیلی جالب بود، من وقتی که وارد آزمون شدم و سوالات رو دیدم، دیدم چقدر سوالات کم شده،
نگو که رشته من قبلا یه رشته جنرال بود، کلی بود، تقسیم بندی شده بود به پارت‌های متعددی مثل کاغذسازی، فرآورده‌های مرکب، بیولوژیک، حفاظت و غیره. خب من در قسمت فرآورده‌های چوبی امتحان داده بودم و خیلی جالب بود. بعد از 7-8 سال دوریت درس وقتی که آزمون رتبه‌مو نگاه کردم، رتبه 1 کنکور کارشناسی ارشد رو گرفتم. خب خیلی جدی به درس خوندن ادامه دادم، با رتبه 1 هم تونستم به لطف خدا فارغ التحصیل بشم. کارهای پژوهشیمو ادامه دادم، با اساتید خیلی خوبی تونستم آشنا بشم در همون دانشگاه کرج و به قول معروف اینها من رو در زمینه پژوهشم ایمپروف کردن، مثل آقای دکتر لطیباری، آقای دکتر نوربخش، آقای دکتر سپیددم، که در اینجا باید از زحمات این عزیزان قدردانی بکنم. خب من همراه با تحصیل ورزشم می‌کردم، من عضو باشگاه سنام تهران بودم و خب ورزش هم جزو قسمتی از زندگیم بود. در اینجا باید یادی هم بکنم از مدیر عامل و مربی فقیدم جناب آقای سردار علی نجفی عزیز، که یکی از جانبازان جنگ تحمیلی بودن و به رحمت خدا رفتن، روحشون شاد و یادشون گرم. برای محصولات چوبی مانند کاغذ و محصولات مهندسی شده چوبی مثل MDF، تخت خرده چوب و چوب پلاستیک، ما دو تا ماده اصلی میتونیم استفاده کنیم. یک، مواد لیگنوسلولوزی چوبی و دو، مواد لیگنوسلولوزی غیر چوبیه. مواد لیگنوسلولوزی چوبی شامل درختانه که همینطوری که میدونیم تجدید پذیریشون بسیار سخته. مقالات علمی زیادی رو مطالعه کردیم در دهه‌های اخیر به خاطر اینکه خب درختان یک منابع تجدیدپذیر شونده دیر هستند، دانشمندان به این فکر افتادن که از مواد لیگنوسلولوزی غیر چوبی مانند محصولات کشاورزی، زایات محصولات کشاورزی مانند ساقه برنج، ساقه گندم، کلزا و حتی باگاس استفاده کنن برای تولید کاغذ. خب یه مقاله رو من مطالعه کردم در کشور اندونزی، از درخت سیسال، از برگ سیسال اومده بودن کاغذ درست کردن. با استاد خودم مشورت کردن، گفتم که در استان گیلان هم ما یک محصول کشاورزی داریم به اسم لیف که با نام علمی لوفاسیلندریگاس، این احساس میکنم که فیبر سلولوزی زیادی داره. دکتر به من گفتن که شما این رو مورد تحقیق و بررسی قرار بده. وقتی که ما اومدیم آنالیز شیمیایی کردیم، دیدیم که این محصول 80% هلوسلولوز داره که شامل همیسلولوز و سلولوز هست. پس یک خوراک خوب برای صنایع چوب و کاغذ در قسمت کاغذسازی بود. حضورتون عرض کنم که فرآیندهای متداول کاغذسازی، همون فرآیندی که در صنعت روز دنیا استفاده میشه، مثل فرآیند سودا و کرافت و برای ساخت کاغذ از میوه لوفاسیلندریگا ما تونستیم ازش استفاده کنیم و به خاطر اینکه الیاف بلندن بود، مقاومت‌های خیلی خوبی رو به ما داد، مقاومت مثل مقاومت به پارگی، مقاومت به خمش و کلا حضورتون عرض کنم که یکی از محصولاتی هست که به خاطر الیاف بلند بودن و همیسلولوز و هلوسلولوز بالایی که داره، که هموسلولوز و همیسلولوز هست، میتونه بسیار جایگزین درختان باشه برای تولید کاغذ. ما برای تولید انبوش هم برنامه‌ریزی کرده بودیم که از متخصصین ژنتیک گیاهی رو باشون صحبت کردیم که بیان حالا یه تغییرات ژنتیکی در خود میوه گیاهی لیف بدن و به این صورت بود که میزان محصولش افزایش پیدا کنه. به طب اگر میزان بهره‌وری و افزایش محصول داشته باشیم، به طب میتونه در صنعت کاغذسازی به عنوان حالا جایگزین درختان استفاده بشه. خب استفاده از کاتالیزگرها خیلی گسترش پیدا کرده. یکی از ترکیباتی که استفاده میشه برای ساخت کاتالیزگرها در واقع ترکیبات طبیعی هستن، که حالا یکی از این ترکیباتی که داریم و شما تونستی ازش استفاده بکنی رو میخوام برامون معرفی کنین. گیاه لیف هست، هستیم خدمت شما. آیدوتا خیلی ممنونم از این که به هر حال این فرصت رو من دادید که این ایده خودم رو بتونم در زمینه پروپوزالم اجرا در بیارم. بستر لیگنوسلولوزی الیاف لوفاسیلندریکاس که همطوری که خودتون
در مواردی عمی فرمودید که ما یه بستری میخوایم که حاوی از هیدروکسیل باشه یا اوهاش باشه، خب به خاطر همین که شما در اینجا ملاحظه میکنید سلولوز، همیسلول، لیگنین رو و مواد استخراجی رو ما تونستیم از آنالیز شیمیش به این نتیجه برسیم که نزدیک 80% ما سلولوز داریم که سرشار از اوهاش هیدروکسیلی هستش و لیگنینی که خودش هم میتونه شامل اوهاش باشه. پس بستر آماده است برای اینکه ما بتونیم این کارو انجام بدیم. چطور به ذهن رسید که از این گیاه استفاده بکنی؟ در واقع حالا اینو کجا دیدی برای اولین بار؟ خب نیتیو استان ماست دیگه. نیتیو کشور ماست و استان ماست و به طب خب هر انزلیچی و هر گیلانی شاید با این میوه اصلا آشنایی خاصی داشته باشه به عنوان لیف. فکر کنم شما منزلتون هم نزدیک صنایع دستیه، درسته؟ آره بیشتر. فکر کنم حالا از اونجا که رد میشیم یکی از چیزایی که خیلی خوب تو چشممون میخوره همین گیاه لیفه که اونجا استفاده میشه برای حالا مصارف استحمام و غیره. فکر کنم که در واقع اونجا به ذهنتون رسیده که یه همچین چیزی استفاده بکنیم، درست میگم؟ کاملا درسته دیگه. ما کلا از موقعی که تون محل بودیم با این نوع مواد آشنایی خاصی داشتیم. آقای دکتر کاظمی رو ما اولین بار در خدمتشون بودیم برای یکی از دروس شیمی دوره دکترا که از اونجا در واقع آشنایی ما آغاز شد. بعد فرایند کار ایشون در واقع رسید به پایان نامه‌شون. ایشون خیلی در واقع اظهار خوشنودی کردن که بیان یک فرایند و یک پروژه بین رشته‌ای رو انجام بدن که در واقع بیس شیمی داشته باشه. البته خیلی کار سختی بود برای ایشون، ایشون خیلی همت بالایی رو داشتن، خیلی کار برای ایشون مشکل بود به خاطر اینکه بیس کار شیمی بود و مطالعات ایشون اصلا در زمینه دیگری بود که تلاش های مستمر ایشون و پشتکارشون در این زمینه باعث شد که ما بتونیم یک کار بسیار جالب انجام بدیم و در واقع یکی از بهترین مقالاتی که میتونیم بگیم در چند سال اخیر در زمینه استفاده از منابع طبیعی در ساخت کاتالیزگرها در واقع ارائه شده توسط ایشون انجام شد و به پایان رسید و حتی درجه دکتراشون رو خیلی با نمره بسیار بالایی دریافت کردن که برای من هم جای خوشحالی بود که همچین دانشجویی داشته باشم و در خدمت ایشون باشم. در واقع من رشتم مهندسی صنایع چوب و کاغذ، یک رشته کاملا بین رشته‌ایه. ما از مکانیک تا شیمی تا درخشناسی و ساخت فرآورده‌های مرکب چوبی رو در رشته خودمون آموختیم. میشه گفت که به عبارت سازه یک دریای به عمق 1 متر. اینجاست که یه دانشجو تصمیم میگیره در کدوم زمینه خودش رو قوی کنه. خب یکی از افتخارات بزرگ زندگیم بود در کنار یکی از بزرگترین دانشمندان شیمی دنیا تونستم قرار بگیرم و افتخار بزرگترم این بود که این دانشمند بزرگ آقای دکتر عتیقی همشهری ما بودن و به طب خیلی کمکم کردن. واقعیت رو باید بگم، بدون کمک آقای دکتر عتیقی من حتی اولین قدم رو هم نمیتونستم در این جاده سخت بردارم. هتروژنیوس کاتالیز یکی از مباحث جدید شیمی نوینه که واقعا خود شیمیدان‌ها در بعضی از مواقع دچار ضعف هستن، اما به لطف خداوند منان و کمک استاد بزرگوارم جناب آقای دکتر سید وحید عتیقی تونستم که به درجه دکترا نائل بشم و همینجا تشکر میکنم از استاد بزرگوارم. امیدوارم سلامت و تندرست باشم.
علی آقا این مرداب که خوش شده به نظرت علتش چیه؟ راهکارش چیه؟ دکتر نگاه کنید، ما خب تو این چند ساله اخیر آب دریا خب پایین رفته، یک مسئله. دومی که طرحهای آبخیزداری در استان خوب انجام نشده. درختای جنگل هم که قربونش برم همه دارن استحصال میکنن. با بارندگی هایی که به وجود میاد و عدم طرحهای آبخیزداری مناسب باعث میشه که یه سری رسوبات بیان به سمت مرداب. این رسوبات قبل از ساخت مدشکن جدید جریان آب به گونه‌ای بود که این رسوبات میرفتن در دریا تنشی میشدن، اما به خاطر سازه های مهندسی شده بدون مطالعه متاسفانه ما شاهد هستیم که این رسوبات در خود مرداب تنشی میشن و ما علاوه بر پایین رفتن عمق آب شاهد بالا آمدن سطح مرداب هم هستیم. یه مشکل دیگه هم که اضافه شده سنبل‌های آبی هستن، میان حالت استیبل یا پایدار میشن و باعث میشن که اون منطقه تبدیل به خشکی بشه و ما بعد از مدتی متاسفانه شاهد این میشیم که هی داره عرض مرداب و عمق مردابمون کوچکتر میشه که باید مسئولین فکر بسیار بسیار مهمی برای حفظ این تالاب بین المللی داشته باشن. یه مسئله کاملا ملیه. مادرم یه فرهنگی بازنشسته هستم و به طب خب از بچگی، حالا قبل از اینکه به سن مدرسه برسم، خب با جو مدرسه آشنا بودم چون مدیر مدرسه بودن هنرستان حرفه‌ای شرف و مرکز پیشدانشگاهی و به طب خب خیلی راهنمایی‌های خوبی می‌کردن برای اینکه من بتونم در مسیر علمی خودم موفق‌تر پیش برم. خب تشکر می‌کنم از مادرم و به طب خب در دورانی که در آموزش پرورش نظری خدمت می‌کردن، خب شاهد این بودیم که دانشجویانی رو، حالا دانش آموزانی بودن که رتبه 1، رتبه 4، یک رقمی و حتی رتبه 2 رقمی کنکور رو کسب می‌کردن. خب به طب ایشون هم دوست داشتن بنده هم خب موفق باشم. حالا در فوق لیسانس هم حالا به لطف خدا و راهنمایی مادرم تونستم رتبه 1 کارشناسی ارشد واحد دانشگاهی رو کسب کنم. خدمتتون عرض کنم که در دوران طفولیتش فوق‌العاده شیطون بود، خیلی فعالیتش زیاد بود و یه ویژگی خاصی که داشت از نظر عاطفی واقعا غنی بود، یعنی همه رو دوست داشت، هر جا می نشست خیلی سریع با افرادی که دور و برش بودن دوست می شد و عاشقانه هم بهشون علاقه‌مند می شد. خوشبختانه در مورد تحصیلش هم خب با محیط آموزش پرورش کاملا ایشون آشنا بود، چون من خودم یک فرهنگی بودم و تلاش میکرد که موفق باشه و من فکر میکنم یکی از علت موفقیتش علاقه‌ای بود که به من و به پدرش داره، یعنی هنوز هم وابستگی شدید به ما داره و خدمتتون عرض کنم که برای تحصیلش هم خیلی تلاش کرد، یعنی واقعا وقتی برای گردش و تفریح برای خودش نمیذاشت، مرتب در پی درس بود و ما هم سعی میکردیم یک زندگی فوق العاده آرام و به قول خودش که الان گفت لقمه حلال، چون من اعتقاد دارم که اگر خدای نکرده مال حرام تو زندگی آدم بیاد، دیگه آدم اونطوری که باید و شاید نمیتونه زندگی کنه و نتیجهشو در فرزنداش خواهد دید. خوشبختانه هر دو فرزند من بچه‌های خیلی خوب، صاعی، درسخون، مؤمن و خدا ترس هستن. خب جوونا برای موفقیتشون من پیشنهاد میکنم که توکلشون به خداوند متعال بشه، ناامید نشن، شرایط سخته، من کاملا درک میکنم در شرایطی که برای خب هم کار برای جوان‌ها وجود نداره و هم شرایط اقتصادی به گونه‌ای هست که خب خیلی ناامید میشن، ولی من این رو بهشون میگم که توکل به خداوند منان بکنن،
که انشالله خداوند منانم اینها رو در زمینه‌ای که میخوان پیش برن، حالا زمینه ورزشی باشه، زمینه درسی باشه، زمینه اقتصادی باشه، موفق و معید بکنه انشالله و ناامید نشن. تنها چیزی که من میتونم به جوان‌ها داشته باشم اینه که ناامیدی از خودشون دور کنن و به قول معروف دنبال کارهایی برن که بتونه برای آینده‌شون مثمر ثمر بشه. علی آقای ما خیلی هنوز هم که هنوز علاقه به کار پژوهشی، تحقیق و خدمت شما عرض کنم مطالعه داره و خوشبختانه در این زمینه هم تا حدودی موفق بوده. من از خداوند رحمان میخوام که تمام بچه های این مرز و بوم، این سرزمین موفق و معید باشند، چون موفقیت این جوان ها مایه سربلندی کل ملت هست. من 10 اختراع دارم در دوران کارشناسی ارشد. پروژه‌ای رو برداشتم برای دفاع به اسم ساخت بایوکامپوزیت چوب پلاستیک. استاد مشاور من جناب آقای دکتر نوربخش یکی از اساتید بزرگ در رشته سنگ چوب و کاغذ هستن که به من گفتن که یک ماده‌ای رو پیدا کن که این ماده بتونه تصریح کنه برگشت پذیری به طبیعت پلیمرهای چوب پلاستیک رو. خب همونطور که مستحضر هستید پلیمرها بستگی به نوعشون از اتیلن تا پروپیلن تا پلی‌وینیل کلوراید برگشت پذیری به طبیعتشون از 2 میلیون سال، از 2000 سال تا حضورتون عرض کنم که 100-150 سال طول میکشه و خودش کاور میکنه الیاف لیگنوسلولوزی رو. به خاطر این من استفاده کردم از پودر ضایعات ماهی در تولید کامپوزیت بایوکامپوزیت چوب پلاستیک و موفق شدم اولین اختراعمو در سال 1392 ثبت کنم. فلکسیبل بود، پلاستیک کامپوزیت بود که در این طرح شاگردی های دکتر مصطفی سفیدرو کردم. بایوکامپوزیت چوب پلاستیک بود که پروژه کارشناسی ارشدم بود. دو تا کاغذ ساختم، یکی از ضایعات پوسته چوبی بادام زمینی که تری بود که در خدمت های دکتر سید وحید عتیقی و دکتر زینالی بودم. ساخت کاغذ از میوه گیاهی لوفاسیلیندریکا بود که باز هم شاگردی های دکتر زینالی و دکتر عتیقی رو کردم. دو تا دیوار آکوستیک از برگ کنف و برگ درخت یوگا ساختم که با های دکتر تابان و احسان سمایی همکاری داشتم و حضورتون عرض کنم که نانوکاتالیزگر سدیم مونترمولیت آمین دیدروژن فسفات بود که بازم با خدمت های دکتر سید وحید عتیقی بودم و یه دستگاه تست شعله بود که تولید داخل بود. ثبت احترام کردیم با دکتر محمدی و دکتر زنگری. محیط زیستی که ما توش زندگی میکنیم یک اصل مهم هست، حفاظتش. به خاطر همین که اگر ما به محیط زیستمون احترام بگذاریم به طب محیط زیست هم با ما بهتر تا میکنه. شما ببینید اگر ما بخوایم نسبت به مسائل محیط زیستی خودمون کاملا یک حالت غیر مسئولانه رو برخورد کنیم، ضررش اول به چشم بشریت میره تا محیط زیست. همون استحصال درختان باعث بیابانزایی میشه، یا حضورتون عرض کنم که عدم رعایت در تصفیه فاضلاب پساب شهری و روستایی و تصفیه پساب‌های شهرک‌های صنعتی باعث میشه که یک اتفاق بدی برای جامعه بشری بیفته. عناصر سنگین وارد رودخونه میشن، رودخونه از اونجا ماهیا وارد بدن ماهیا میشن و بعد ماهیا هم انسان مصرف میکنه وارد بدن انسان میشه. یعنی محیط زیست قانون سوم نیوتن، قانون عمل و عکس العمل. در اون حفظ محیط زیست یعنی حفظ زندگی به زعم بنده. خب منم اختراعاتی که داشتم در زمینه محیط زیستی بوده، دو تاش همین استفاده از چوبه پوسته بادام زمینی و گیاه یوکا برای ساخت دیوار آکوستیک و کاغذ، یا همون میوه لوفاسیلیندریکا در تولید کاغذ، برای نشون دهنده این هست که ما می‌خوایم هر کاری بکنیم که استحصال درختان به حداقل برسه و ما شاهد این باشیم که به جایی که ما بیابان زایی کنیم اومدیم جنگل زایی می‌کنیم و جلوی جنگل زدایی رو بگیریم.
یه چیزی که من واقعا معتقد بهش هستم اینه که هر کسی در طول شبانه روز باید حداقل 20 الی 1 ساعت تمرین ورزشی داشته باشه تا بتونه سلامتی خودش رو همیشه بیمه کنه. واقعا هزینه برای ورزش سرمایه گذاری در سلامتی. این نظر شخصی بنده است و خب از نوجوانیم به ورزش علاقه داشتم. خب فوتبال بازی میکردم، تمرینات دو میدانی انجام میدادم، یه مقطعی تکواندو کار میکردم و خب این مسئله در خون من مونده و هنوزم که هنوز روزی یک ساعت ورزش رو حتما انجام میدم و به قول معروف این رو هم واقعا اعتقاد دارم که عقل سالم در بدن سالم. یعنی شما اون ورزشی که میکنی من قول میدم در ثمر علمیش هم میبینی، یعنی اون تحقیقاتی که میکنی، اون تمرکزی که میکنی، تمرکزت بسیار یعنی دقیق تر از اون تمرکز شخصی است که ورزش میکنه. البته برای خودم دارم این مسئله عرض میکنم. در یکی از نمایشگاه های دانشگاه آزاد بود که دبیر سوم یک کشوری اومد، دبیر سوم یک سفارتخونه اومد، در اونجا من پیشنهاد کرد که بیا به سمت کشور ما و ما اونجا هم برای تو کار فراهم میکنیم، هم امکانات خوب زندگی و هم اینکه میتونی هم تحصیلت رو انجام بدی و هم اینکه بتونی درس بدی. خب ولی به علت اینکه من واقعا عاشق کشورم هستم، عاشق مردم کشورم هستم و یه دلبستگی شدید به شهرم، مخصوصا شهرم انزلی دارم، به کشورم ایران دارم، خب چشم‌پوشی کردم، خدا رو شاکر هستم. امیدوارم که مسئولین به فکر نخبه‌ها باشن. نخبه‌ها واقعا میتونم بگم پلی هستن برای رسیدن به سعادت در زمینه اقتصادی، در زمینه ورزشی، در زمینه صنعتی و الی آخر. به این نخبه‌ها توجه کنم. واقعا یک نخبه میتونه کارهای بزرگی رو انجام بده. من خودم رو نمیگم، نخبه‌های دیگر رو میگم که باهاشون در ارتباط بودم و امیدوارم مسئولین این به قول معروف این عزیزان رو همیشه درک کنم و حفظشون کنم. من آرزوم آرزوی شخصی نیست. آرزوم یک آرزوی به قول معروف میشه گفت که جمعی است. دوست دارم که مردم کشورم در بهترین شرایط اقتصادی که زندگی کنن شاد باشن. باور کنید من با شادی مردم شاد میشم.